به نام یاد خدا سلام بر شما. به خبر شش خوش آمدید. امروز اول حمل سال 1402 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط خبرها، تجلیل از سال نو در کشور، شماری از باشندگان کابل با برافراشتن جهنده. در شهدای صالحین شهر کابل نخستین روز سال تازه هجری خورشیدی را جشن گرفته. مراسم جنده بالای سخی جان است. اما سالان طبق معمول که در زیارت مزار شریف هم برافراشته میشه جنده سخی جان در کارتی سخی هم. ما هم بتانیم در سال جدید سال بسیار پر از صلح، صفا، صمیمیت، محبت و سالی بندگی خوب داشته باشیم. انتقاد ملل متحد از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان. در کنار آلمان و آمریکا، کارشناسان سازمان ملل ممنوعیت دختران را از آموزش در افغانستان توجیه ناپذیر می دانند. افغانستان با ثبات و پایدار وابسته به لغو سیاست‌های افراطی، مانع منع دختران از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم است. خواست اتحادیه اروپا بر مبدل نشدن افغانستان به پایگاه حراس افغانان، اما امارت اسلامی میگوید که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای دیگر نیست. در افغانستان ما کدام گروه یا کدام عنصر کدام تحرکی نداریم که اونا شواهد را پیش بکنن که گویا ایجا کدام تحرکی یا کدام عنصری وجود دارد. گشایش نمایشگاه فراورده های داخلی در کابل. و ادعای عمران خان درباره قصد ترورش از سوی حکومت پاکستان. سال نوتان مبارک، نوی کالمو مبارک شه، ینگیل از قتلو بلسن. شماری از باشندگان کابل با برافراشتن جنده در شهدای صالحین شهر کابل نخستین روز سال تازه هجری خورشیدی را جشن گرفتند. آنان از امارت اسلامی میخواهند که به حقوق زنان و مردان به گونه مساویانه توجه کند و در سال تازه فرصت‌های کاری را به شهروندان کشور فراهم بسازد. همزمان با این، امروز پارک‌های تفریحی پایتخت نیز گواه حضور مردم به پیشواز از سال نو هجری خورشیدی بود، اما حضور مردم به ویژه بانوان در مقایسه با سالهای پیش کمرنگ بود. اسما ساین رفته این گزارش را تهیه کرده است. مراسم برافراشتن جهنده به پیشواز از آغاز سال تازه هجری خورشیدی در منطقه شهدای صالحین کابل برگزار شد. شور و غوغایی که کمتر شده ولی هنوز هم جریان دارد. مراسم جنده بالای سخی جان است. اما سالان طبق معمول که در زیارت مزار شریف هم برافراشته میشه جنده سخی جان در کارتی سخی هم و در پنجه شاه هم سالا برافراشته میشه. ما هم بتانیم در سال جدید سال بسیار پر از صلح، صفا، صمیمیت، محبت و سالی بندگی خوب داشته باشیم. شماره از باشندگان کابل با امید داشتن سال مملو از خوشی و پیشرفت نخستین روز امسال را با گشت و گذار به مکانهای تفریحی و دید و بازدید با دوستان جشن گرفتند. همزمان با این پارک های پایتخت نیز گواه حضور پرجمع و جوش مردان و کودکان است. برخی از باشندگان کابل از امارت اسلامی می خواهند تا در سال جدید حقوق زنان و مردان را به گونه مساویانه رعایت کند. ما آرزو داریم که امسال یک سال خوشی باشه و مردم اقتصادش خوب شود، مکاتب روی دخترها باز شود، بیکاری یا گم شود، کار بار زیاد شود، مردم کار بسیار کار زیاد شود، مردم مصروف شود در کار. فهیم با سه کودک قد و نیم قدش به یکی از پارک های تفریحی برای تجلیل از نوروز آمده است. میگوید که میزان حضور زنان در پارک ها و محلات تفریحی به مراتب کمرنگ شده است. تفاوت زیاد از سالهای قبلی تو ممنوعیت ها نبود و یگانه ویژگی امسال خوب است که ذره امنیت بهتر است. امارت اسلامی سال پار رخصتی نخستین روز سال نو هجری خورشیدی را لغو و تجلیل از نوروز را منع کرد. در سالهای گذشته اما نوروز با شور و هیجان زیاد در پایتخت و ولایت‌های دیگر کشور تجلیل می‌شد.
با آغاز سال نو خورشیدی بسیاری از باشندگان هرات با پهن کردن سفره هفت سین از بهار استقبال میکنند. آنان تجلیل از سال نو را بخشی از فرهنگ و تمدن کهن کشور میدانند و تلاش دارند که این جشن کهن را پاسداری کنند. اما چالش های اقتصادی و ناداری بر مراسم تجلیل از سال نو در بسیاری از خانواده ها در هرات سایه انداخته است. نصیر احمد صالحی از هرات. گرد سفره هفت سین از بهر تجلیل از سال نو نشستند. این سفره نماد بهار است که در نخستین روز سال نو خانواده ها آن را پهن می کنند. علی زمانی با خانوادهش سال نو را به امید یک سال خوب و به دور از غم و مشکلات آغاز کرده است. امروز اگر یک اولاد برای ما خداوند متعال می ده خیلی خوشحالیم. خنده میکنیم میدیم بیبر شفاخونه بزو بر شفاخونه چی بگیریم چی کار شده تو خداوند با ما اولاد داده. پس بنابراین برای ما خداوند متعال یک روز روزگار نوی میده. این سفره جز فرهنگ مونه خاطر به هم خوه برارا پیر مادر هم شیشتی هم سال نو تبریک میگم هم انانات مونه. سیب، سیر، سرکه، سکه، سبزه، سماق و سمنک سفره هفت سین را شکل میدهند. مشکل اقتصادی که سندامنگیر همین فهمینا شده دیگه انگار که مثلا ایت پول کمتر شده که بتونم خرج همین جین مصارف کنم. خاطر همین بیکاری مردم غریبم فخرم ندارم. این سبزه ها مژده از بهار و حیات دوباره طبیعت دارد. خانواده ها این سبزه ها را همچون نماد بهار برای چند روز در خانه هایشان نگه می دارند. به خاطر تجلیل سال نو سبزه و سفره هفت سین و سمنک و اینا برای خانه میبرم. کم سبزه و سفره هفت سین و سمنک و اینا برای تجلیل سال نو بگیرم ببرم به خانه. بسیاری از مردم با گذاشتن ماهی و سبزه در کنار سفره هفت سین به استقبال سال نو میروند. همه که تجلیل میکنیم این سال نو و یکی از تجلیل ها که استفاده میکنم ماهیه که به پلوی از سال نو میبرم. تجلیل از بهار و سال نو خورشیدی پیشینه طولانی در افغانستان دارد. سال نو خورشیدی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای فارسی زبان همه ساله جشن گرفته می شود. کارشناسان سازمان ملل متحد ممنوعیت دختران را از آموزش در افغانستان توجیه ناپذیر می‌دانند. آنان در اعلامیه از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در سال تازه هجری شمسی دروازه مکتب‌ها را همانند پسران برای دختران نیز باز کند. همزمان با این ایالات متحده و آلمان نیز خواهان باز شدن مکتب‌ها برای دختران در افغانستان شدند. از سوی هم امارت اسلامی می‌گوید که می‌کوشد تا راهی را برای برگشت دختران به مکتب‌ها و دانشگاه‌ها دریابد. فرشاد داریوش و این گزارش. کارشناسان سازمان ملل متحد پس از پایان نشستشان در شهر ژینوی سوئیس در اعلامیه از حکومت سرپرست خواهان بازگشایی مکتب‌ها برای دختران تا دروز دیگر شدند. بر بنیاد این اعلامیه ممنوعیت رفتن دختران به مکتب‌ها در افغانستان هیچ توجیهی ندارد. در این اعلامیه همچنان آمده است که ممنوعیت دختران از آموزش پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت که جبران آن در چندین دهه دیگر دشوار خواهد بود. در صورتی که امسال هم زنان افغانستان همانند سال گذشته محرومیت و محکومیت را تجربه بکنند، متاسفانه ما شاهد به شدت آسیب پذیر شدن قشر به نام زن در افغانستان از جمله با افزایش ازدواج‌های اجباری خواهیم بود. همزمان با این، وزارت خارجه قطر در اعلامیه از میزبانی نشستی که در آن نیز سرپرست وزارت معارف، معاون وزارت خارجه قطر و هیئت یونیسف شرکت کرده بودند، خبر داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که در این نشست در مورد چالش‌های اقتصادی، زیرساخت‌های ضعیف، منابع بشری محدود، دسترسی به آموزش برای همه به ویژه دختران در افغانستان گفتگو شده است. وزیر خارجه آلمان نیز هشدار می‌دهد که در حال حاضر اساسی را ایجاد کرده تا افرادی از امارت اسلامی که در نقض حقوق زنان دخیلند را تحریم کنند. افغانستان باثبات و پایدار وابسته به لغو سیاست‌های افراطی مانع منع دختران از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم است.
توماس فیس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده این کشور در امور زنان و حقوق بشر افغانستان در تویت های جداگانه خواهان فراهم شدن زمینی آموزش و کار در سال پیش رو به دختران و زنان شدند. دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر اساس قواعد شریعت اسلامی برای طبقه ناس باز شود. اما امارت اسلامی می گوید که در تلاشند تا راهی را بر برگشت دختران به مکتب ها و دانشگاه ها دریابند. در این مورد ارگان های مربوط هستند، اگر امرای آنها تماس گرفته شود که آنها تا به حال در این مورد چقدر کار کردن، تانستن چقدر پیش برند، بهتر خواهد بود. در عموم موارد تعلیم دخترها یک موردی بود که قطعاً موقوف است، ولی راه های حل انشاءالله جستجو میشه که پیدا شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین در تویت های جداگانه پیشرفت کشور را بدون فراهم شدن از زمینه کار و آموزش به زنان و دختران کشور ناممکن میدانند. همزمان با فرارسیدن سال 1402 هجری خورشیدی، شماری از شهروندان کشور از مسئولان امارت اسلامی میخواهند که با آغاز سال جدید آموزشی دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها را برای دختران بازگشایی کنند. به گفته آنان دخترانشان از نزدیک به 2 سال در بی سرنوشتی به سر میبرند و آموزش را نیاز جدی جامعه میدانند. در سال نو باید این مکتب ها باشد، برای دختر ها دانشه ها باشد، دختر ها تحصیل کنند. از حکومت امارت اسلامی خواهان این که مکاتب دانشگاه و مکاتب را برای خواهران ما باز بکنند. ایل امید داده که در مکتبون دینجون و خلاصی دنجون و پرزدکلو دلگی دلو بندیزون و در استقوال و پهیل تعلیم و تحصیل زموج اساسی و اسلامی حق دی. پوره 2 کال کیږي چې موږ د تحصیل او تعلیم څخه محرومه پاتې یو. زده کړې د اوس وخت اړتیا دي خپل ماشومان په ښوونځیو کې داخل کړي. از امارت می خواهش درم چې مکتب او پوهنتون را برای روی دخترها باز نمده که تا از تحصیل نمانند. از امارت خواهشمند هستیم که مکاتب برای متعلمین باز کنه، به خاطر که می کشور به می تحصیل ضرورت داره. خدای دې وکړي چې په همدې کال کې خونزی او پهنتونونه د ټولو پر مخ پرانستل شي. هیله لرم چې په دغه کال کې د خویندو پر مخ خونزی او پهنتونونه پرانستل شي. اتحادیه اروپا میگوید که افغانستان نباید بار دیگر به پایگاه هراس افغانان مبدل شود. این اتحادیه در خبرنامه افزود است که طالبان باید روابطشان را با گروه های هراس افغان قطع کند و افزون بر آن برای پیکار با هراس افغانی گام بردارد. در همین حال امارت اسلامی میگوید که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای دیگر نیست و امارت اسلامی هیچ پیوندی با گروه های هراس افغان ندارد. شورای اتحادیه اروپا با پخش خبرنامه‌ای گفته است که این شورا در نشست روز دوشنبه بر حفظ ثبات در افغانستان تاکید ورزیده و آن را به سود همه دانسته است. اتحادیه اروپا از حضور و عملیات گروه‌های هراس افغان از جمله شاخه خراسان داعش و القاعده ابراز نگرانی کرده است. این اتحادیه از امارت اسلامی می‌خواهد که روابط مستقیم و غیر مستقیمش را با گروه‌های هراس افغان قطع کند. اتحادیه اروپا از موضع طالبان در رابطه با گروه های بنیادگرا و هراس افغان راضی نیست. بنابراین انتظاری که اتحادیه اروپا از طالبان دارد این است که طالبان باید موضع خود را در مورد گروه های هراس افغان به صورت اساسی، بنیادین و قناعت بخش تغییر بدهد. در همین حال امارت اسلامی نگرانی جامعه جهانی را درباره حضور گروه های هراس افغان در افغانستان بیجا می داند و می گوید که حکومت سرپرست با هیچ گروه دیگر پیوند ندارد. در افغانستان ما کدام گروه یا کدام انصر کدام تحرکی نداریم که اونا شواهد را پیش بکنند که گویا ایجا کدام تحرک یا کدام انصری وجود دارد. اگر داشته باشه کدام سنگر، کدام نقطه، کدام جای مشخص کسی نشان داده نمی‌داند. اتحادیه اروپا به این باور است که اقدامهای طالبان بر وخامت اوضاع حقوق بشری، سیاسی و اقتصادی افزوده است. این اتحادیه میگوید که آماده اعمال تحریم‌های بیشتر بر آن شمار از مقامهای طالبان است که در نقض حقوق بشر دست دارند. دا تجارت که به هر کچه بی دیمارت دا چارک ترسنگ هم افغانان در سر متاثره کیگی و غیزبن کیگی دی امارت دا چارک تاریخ ثابته کرده چه پر دوی فشار و تینگار او
بندیزونو تجارت گټور نسخه نه ده. اتحادیه اروپا متعهد شده است که برای کاهش بحران بشری، اجتماعی و اقتصادی در افغانستان به کمک‌های خود ادامه خواهد داد و این کمک‌ها بر بنیاد اصولی انجام خواهد شد که بانوان از آن بهره‌مند شوند. شماری از باشندگان شهر مزار شریف که همه ساله در روزهای سال نو میزبان مهمانان از سراسر کشور بودند، از کمرنگ شدن حضور شهروندان کشور در این ولایت سخن میگویند. به گفته شماری از هتلداران در شهر مزار شریف، در سالهای گذشته مجبور بودند تا از مهمانانشان در جاده ها پذیرایی کنند، اما امسال میزبان هیچ مهمان نیستند. عزیز الرحمن ابرام. جاده هایی که در سالهای گذشته در ایام سال نو عبور و مرور از آن دشوار بود، زیرا هزاران تن از سراسر کشور برای تجلیل از سال نو به شهر مزار شریف می آمدند. اما امسال با وجود اینکه تدابیر سخت امنیتی در شهر مزار شریف گرفته شده، اما خبر از تجلیل از سال نو نیست. تفاوتی که وجود داره، سابق حتی دمی چهار باغی که فعلا نمیاله هستین از دیوال کسر و بسیار مشکل میموند که داخل بیه. موزیک بود، قطعه تشریفات بود، جنده مولا بالا می شد. شماری از هتلداران و مالکان رستورانت ها در شهر مزار شریف می گویند که در گذشته در آستانه نوروز جای برای میزبانی از مهمانان نداشتند. مردم هایی که از دور دست که می آمد، اصلا در هتل جای نبود که مردم بشینند. باز حتی دوستای خودم می آمد بیرو چی می کرده می شند. در نوبت استاد میشد و نان میدادیم. از کابل هر سال این پارتمان پر میشد میامد، هر سال نسبت به هر سال امسال خیلی کم است. در همین حال شماره از شهروندان کشور که برای تجلیل از سال نو به شهر مزار شریف سفر کرده اند، علت کمرنگ شدن مهمانان بیرونی را مشکلات اقتصادی میدانند. بی پیسگیز، بی کاریز، بی روزگاریز، مردم رفت را او نداره. تکالی در روزه شریف تصیح خلق گوری دیر کم راغلی دی. اصلی علت دی مال نظر داغ دست خلق اقتصادی وضعیت دیر خراب نه. این در حال است که در سالهای گذشته از نوروز با بلند کردن جهنده در آرامگاه منصوب به حضرت علی، آتش بازی در شب نخست سال، کنسرت ها با حضور هنرمندان از داخل و بیرون از کشور تجلیل می شد. به ادامه خبر شش باز هم خوش آمده. در نخستین روز سال 1402 خورشیدی، نمایشگاه بهاری خدمات برتر ملی در کابل برگزار شد. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که در این نمایشگاه بیش از 250 بازرگان شرکت کردند و هدف از راه اندازی آن پشتیبانی از فرآورده های داخلی است. برخی از مقام های امارت اسلامی میگویند که سیاست پشتیبانی از فرآورده های داخلی راه را برای محصولات کشور به بازارهای خارجی باز میکند. مقام های حکومت سرپرست در مراسم گشایش این نمایشگاه در قصر دارالامان بر پشتیبانی از فرآورده های داخلی تاکید می کنند و می گویند که حکومت سرپرست سهولت های بیشتر به سرمایه گذاری و بازرگانان فراهم خواهد کرد. با توجه به اینکه نهادینه‌سازی مصرف داخلی و تولیدات داخلی در صدر آجندای نظام قرار داره، بنابراین این خودش می تانه یک حرکت مثبت باشه به طرف خود کفایی افغانستان. د صادراتو یو مرکزونه جوړو په زونونو کې ترڅو پر په هر زون کې د هغه زون صادرات معلوم سي او ننداری ته کې خوده رسي. د افغانستان تولیدات یا تولیدات افغانستان دا د افغانانو لپاره یو ویاړ ده، دا د افغانانو لپاره یو افتخار ده. د موږ د تولیداتو کیفیت د نړۍ سره مقابله کوي. برخی از اشتراک کنندگان این نمایشگاه میگویند که راه اندازی چنین نمایشگاه ها در بازاریابی فرآورده های داخلی سودمند است. اما امیدوار هستم که همچون نمایشگاه ملی و همچنان بین المللی به خانم ها و آقایان برگزار شود و به خاطر رونق کارهای ما و خصوصا به خاطر از اینکه بتانیم با شرکت های بزرگ روبرو شویم و با شرکت های بزرگ قرارداد کنیم. نمایشی که مردم بفهمند ما چه محصولاتی در افغانستان چه شخصی دیگه تولید میکنه و چه شخصی وارد کرده، و این بسیار خوب است. مردم میفهمند که در افغانستان چه محصولاتی را میتونن از بازار تهیه کنند. در یک ماه گذشته نزدیک به 10 نمایشگاه فرآورده های داخلی در داخل و بیرون از کشور برگزار شده است و هدف بنیادی این نمایشگاه ها ترغیب تولید کنندگان داخلی و بازاریابی برای فرآورده های آنان گفته شده است. رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهیتان سپاسگزارم. سال خوب و خوش در پیش داشته باشین. خدا نگهدار.